بنام خداوند یک تا و مهربان، بیننده ارجمند و گرامی تلویزیون جهانی امید 24، سلام های گرم و پر از مهر و محبت ما تقدیم یک و یک شما سروران گرامی باد. خوشحال هستیم که با تقدیم یک برنامه کاملا متفاوت در یک شب کاملا متفاوت باز هم مهمان خانه های شما هستیم با صاحب نظران گرامی که برای شما معرفی میکنیم. البته باید قبلا یادآور شوم که در چند روز گذشته تعداد زیادی از هموطنان گرامی ما از گوشه و کنار جهان و خاصتا از تورنتو تقاضا را داشتن که ما باید در رابطه با صحبت هایی که داوود عابدی انجام داد در مورد شهریان کابل نازنین ما صحبت هایی داشته باشیم. البته من خودم شخصا صحبت داشتم در جریان هفته که گذشت، ولی خواستیم که این را یک کمی تخصصی تر امشب مطرح کنیم، در جمع صاحب نظران مطرح کنیم. و آقای عابدی هم پیام صدای ما را میشنوند در پروگرام امشب نه، ولی در برنامه های بعدی ما اگر میخواین که تنها دو به دو با ما خودم صحبت داشته باشن میتونن تماس بگیرن، شماره خود را بگذارن، ما فردا شب با امروشان صحبت میکنیم دو به دو. به این معنی نیست که ما در برنامه امشب میخواییم که داوود عابدی را نقد کنیم و از نقد کمی اگر بالاتر برم و از دید خودم نفرینش کنیم با چنین صحبت هایی که در مورد یک شهر بزرگ 7 میلیونی انجام دادم. برای اینکه بالانس شوه آقای عابدی برای شما ما اعلام میکنم، اگر دوست داشته باشین شما در میتونین تماس بگیرین. امشب بعد از ختم این برنامه ما میتونم با شما صحبت داشته باشیم لایف تا هموطنان ما قضاوت کنند، صحبت های هموطنان صاحب نظر ما رو بشنون، از شما رو بشنون، تا بالاخره یک تصویر شوه که در این مملکت کی برحق است، کی راست میگه، کی نمیگه. به هر حال همونطور که ما امروز اعلام کردیم در برنامه امشب بیننده گرامی از امریکا داریم جناب دکتر فریده یونس، از تورنتو آقای محمود بایر فرمولی و جناب پیکار صاحب داریم که ما سلام تقدیم میکنم به مهمانان گرامی. احترامات ما را امیدوار هستم که پذیرا شوند. احترام با شما همچنان آقای خالد و مراتب احترام خود به جناب دکتر صاحب و همچنان فرمولی صاحب گرامی تقدیم میکنم. سلامت باشین. به خالد جان نازنین و فرمولی صاحب پیکار صاحب نازنین بر دوی شما بزرگوارا و به غنیمت های جامعه فرهنگی ما عرض سلام و ادب دارم. سلام مرم قبول بکنین حضور بزرگوار دکتر صاحب یونس و گرانقدر پیکار صاحب پامیر و تشکر از شما خالد عزیز که در وقفه های درد شمارش میگیرین و بر روی صفحه تلویزیون میکشانین. ممنون شما. سلامت باشین. خب اگر از مقدمه بگذاریم که هموطنان ما هم منتظر نمانن، دکتر صاحب مهمان، گرچه که صاحب تلویزیون هستن ولی مهمان هستن از شهر دیگه، از جناب دکتر صاحب سوال میکنن که دکتر صاحب شما که خود یک مؤمن و یک مسلمان هستین و کتاب های زیادی هم نوشتین در رابطه مسائل اسلامی فقهی، آیا واقعا دروازه های بهشت در اطراف شهر کابل است؟ نه، من این را اعتقاد ندارم. برای از اینکه اولی که بهشت یک موضوع است که در او دنیا ما به دیدارش مشرف میشیم، نه در این دنیا، شماره یک. و شماره دوم، من فکر میکنم که امی تعبیرات و امی تفسیرهای غلط قرآن مجید است که امروز جهان اسلام به یک تباهی عجیب سوق داده. و منشأ از اینا به نظر شخص ما حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید که اختلاف نظر رحمت و متم است. من نظر خودم میگم امی وهابیاس که اینا تشویق میکنن گروه طالبان و گروه داعش و القاعده و اقانی و بوکو حرام و تمام
گروه های تندگرای اسلامی که در جهان اسلام پیدا شده که اینا زیادتر متاسفانه تا جایی که من اخبار مطالعه میکنم اینا زیادتر مسلمان ها را میکشن به جای از اینکه کفار را بکشن. با ای که از دید و بینش ما و شناختی که من از قرآن دارم حتی کفار وجود فعلا نداره بر از اینکه یک تعداد زیاد مردم هستن که امروز اهل کتاب هستن و اونا نه کفر هستن نه مشرک هستن نظر به حکم قرآن. و من تعجب به می میکنم که در 20 سال که گذشت یک تعداد زیاد مسلمان های ما در افغانستان به خاک و خون غلطیدن به نام کفر و این یک جفا به ملت افغانستان است و این یک خیانت به نظر من یک خیانت به دین است. بله جهان سپاس. جناب فرمولی صاحب شما چی میگین در این رابطه که آقای داوود عابدی بیان کردن؟ دو سه من شما هم چند دقیقه بشنیم مهربانی. گرچه در این مورد تبصره های زیاد شده، تقبیح شده، نفرت نثار شده و حتی از بین کابل رسالتمندای بودن که گپ آقای عابدی را نقد کردن، ما در حیرت هستم که آقای عابدی با امی سله و کله آریتیه که ای در پشت ای سله و در مغز ای انسان موضوعات بسیار وخیم استخباراتی دیگه جاگزین هست. جهاد را که آقای عابدی از امریکا اعلان میکنه و من در حیرت هستم که اول باید ریشه یابی شود که چگونه تلویزیون طلوع یک کسی را در امریکا با چنین مفکوره فرصت میده و اجازه میده که کابل شهر معصیت، شهر که به شهادت در اون جرواد داره و باید سرزمین کفر تلقی بکنه و خودش به زعم خودش در سرزمین کفار به اصطلاح آذوقه خور باشن که امروز روز تا روز از صفحات فیسبوکی سوابق از این کشیده میشه و ریشه های عمیق استخباراتی داره این موضوعات. این ناگهانی ظهور نکرده و ناگهانی ایگب بر روی صحنه نمیاید، حادثه ها بسیار با هم گره میخوره و آقای عابدی بسیار آگاهانه، دستوری، هدفمندانه و در این مقطع خاصی که کابل و خاک و خون غوطه‌ور است ایرا به میدان میکشه و گپ آقای عابدی گپ امروز نیست. ما به خاطر دارم وقتی که ضیاءالحق کابل تسخیرش اعلان میکرد و آقای سیاف ایره شعر پرمعصیت قلمداد میکرد و آقای حکمتیار میگفت که سرزمین کفار باید از کفر، از شرک، از آلودگی منزه شود، آقای عابدی در خط فکری و در مکتب های کمتر که دکتر سب لطف کردن در مکتب ها و تعویل ها و قرائت های سلفی و وهابی اینا گماشته شدن، هزینه های میلیون دلاری در پشت کار هست که باید فرش سرخ را برای آمدن طالب توسط امی طالبان امریکایی نشین باید هموار بکنن که این باید یک بحث کامل استخباراتی و سیاسی در این مقطع تاریخی است. بله. کابل در خاک و خون غوطه‌ور است، زیادتر این را زخم زدن و دروازه های بهشت را از کالیفرنیا نقب زدن و از کابل گذشتاندن ای خودش به نظر ما که یک جفا در حق دین، در حق اسلام، در حق پیغمبر، در حق کتاب قرآن خداست که اینمطور نشخارگران استعمار اندل موقع به اصطلاح ایرا فتوا صادر میکنه. تشکر فرمی سب. جا پای کاسب
از شما هم کوتاه بشنوید که باز بحث کمی بیشتر بود کنیم. بفرمایید. خب بار دیگه هم احترامات خود به شما و مجموعه بیننده های گرانقدر تقدیم می کنم. ای کاش آقای خالد در آغاز برنامه امکانش می بود که یک گوشگکی از کلپ مربوط به سخنهای سخیف ای ملا داود، ظاهراً ملا داود عابدی را همه شنونده ها یک بار دیگه می شنیدن تا بعد از او با سخنهای ما تا حدود جان می گرفت. خب به هر حال من فکر کنم که همگی شنیدن جناب پیکار صاحب، همگی با نیات شما داشت. بله شاید هم بعضاً ما شنیدیم بله از طریق طلوع، ولی خب به هر صورت وجود یا اظهارات چنین افراد و عناصر استخباراتی آن هم در خدمت استعمار یقین کامل دارم که تازگی هم نداره، تعجبی هم نخواهد داشت. ما از این عناصر جاده صاف کن و حتی قلم بدست، کسایی که تئوریزه میکنن آمدن نوکرای استعمار منطقه و جهان نه تنها در امریکا بلکه در اروپا و قاره های دیگه هم ما داریم. مثلا تا درجه دکترا کسی را میشناسیم که در مورد حقوق البته هم استاد بوده و هم دکترا داره از نظر تحصیلاتی، ولی از سالها به این طرف به سود گروه تروریستی و ویرانگر طالبان قلم میزنه و اینا را از جمله نیروهای رهایی بخش افغانستان قلم داد میکنه. آقای ملا داود عابدی هم یکی از امو عناصری است که طوری که جناب فرمانی صاحب تذکر دادن بسیار به مورد که من هم همونطور برداشت میکنم که ای از امو افراد استخدام شده منابع استخباراتی است که در همونطور یک موضوع در موقع خاص دسایس استعماری از انواع امکانات خودشان استفاده میکنن، تبلیغات، تئوری، قلم، رسانه و امثال هم. در چنین زمانی که طالبان دارن مناطقی را، اراضی را در افغانستان شب روز اشغال میکنن، میبینیم که این تبلیغات به سود گروه طالبان هم شدت خود یافته. ولی تعجب آور در عین زمان چیزی است که من نمیدانم آیا علم ژورنالیسم و رسانه‌داری تا این اندازه سقوط کرده و به زوال رفته که تلویزیون معتبر به نام طلوع در افغانستان هیچ کس دیگه سراغ نمیشد که به سراغ چنین یک ملای که ظاهرا ملاست که من یقین دارم در زیر عمامه و لباسش حقیقت های دیگه نهفته است، این را پیدا میکنن و فرصت میتن در میزای گرد میرن و میخوان سخنای ناباب، سخنای غیر انسانی چنین افرادی را مردم ما در افغانستان و مردم جهان بشنوند. ما از کارکنان طلوع تقاضا میکنم که شما هیچ انسان دیگه را سراغ ندارین تا در پیش برین و از اون سخنای انسانی تر و آزادی خواهانه و مترقی و انسانی بشنوین که در پی چنین افراد کثیف میرین و سخنهای زیرا تبلیغ میکنین. به هر صورت من یقین کامل دارم که در حالت موجود که هم دولت دچار توطئه است و از نفس خودش توطئه و دسایس بیرون میآید و هم از نقطه نظر وضعیت عمومی افغانستان ما در لبه پردگاه، در پردگاه امیدوار هستیم چنین نشه، خرابی ها واقع شده و هم تحول طوری آمده که کشورهای مختلفی که زیر دخل هستند در مسئله افغانستان با تمام قدرت تبلیغاتی و نظامی و حرکات استخباراتی خودشان در مورد افغانستان مصروف کار هستند که آگاهی و هوشیاری بیشتر مردم ما را ایجاب میکنند. تشکر جناب پیکار صاحب. باید یادآور شم که جناب دکتر صاحب یونس نیم ساعت دیگه با ما هستن. این بحث شاید دوام پیدا کنه برای اینکه ما بحث دو بحث ساختیم، یکی در رابطه با همی که هموطنان ما در رابطه با ملا داود بشنوند که آدم
خب تا جای کمی لحظه شما ها توضیح دادین، این حتی در اسلام بودنش آدم میتونه شک کنه. بخش دوم، ما نسل کوچی در غرب کابل است و تقصیر فاطمه و طیبه چی بود؟ اما جناب دکتر است، بزدید شما در چنین شرایطی که کشور به طرف یک بحران روان است و هر لحظه احتمال سقوط نظام موجود است، در چنین شرایط بلند کردن چنین صداهای، آوردن چنین چهره هایی که این تاثیر هم نمیتون داشته باشد در تلویزیون ها، تلویزیون طلوع و آریانا و امثال ملا داود، عدید شما چی پیامدی میتون داشته باشد دکتر سمی؟ بازم تشکر میکنم و صحبت های قشنگ فرمولی سر پیکار سر هم تشکر میکنم. اولی که مسئله رسانه ها در افغانستان یک موضوع نظر شخصی ما است که یک مسئله بسیار شدید بزنس است و اینا زیاد با می پخش برنامه ها امو بیننده خود زیاد میکنن. یک و هر قدر که بیننده شان زیاد شد معلوم دار اینا ریتینگ شان از نگاه رسانه های غربی بالا میره و از در یوتیوب که مردم ببینن مندار پول یک مقدار پول هم از یوتیوب میگرن. و دومی که نظر شخصی من ایست که طلوع خودش یک ارگان مثلا موفق افغانستان است، اما یک ارگان است که از اول از توسط امریکایی ها پایه‌گذاری شده، یعنی یک ارگان نیست که او مطلق توسط افغان ها پایه‌گذاری شده باشه. او یک انتیتی است که USAID کمک کرده. اینا ما ایران میفهمیم از مطالعات خود و شرایط زمان میفهمیم که خود امریکایی ها در آوردن طالبان یک نقش بسیار عمده داشتن، لذا و خود خلیلزاد، آقای خلیلزاد در آوردن طالبا یک نقش عمده داشته و پستولو هم یکی از انتیتی یا یک انتیتی از USAID است در افغانستان و اینا کل اگه شما به هم رفت بتین میتونه که ما میتونیم که نتیجه گیری کنیم که چطور شده که همینطور مصاحبه ها پخش شود. و معلومدار اونا مثل که ما در اینجا اعتقاد داریم، اونا هم با آزادی بیان و کلام و اینا اعتقاد دارن که امروز افغانستان در جمله کشورهایی که در منطقه است از نگاه مطبوعاتی بسیار یک کشور پیشرفته است و یکی از موافقت های امریکا تا جایی که من تعقیب میکنم در افغانستان امی مسئله آزادی بیان و کلام و رسانه هاست که در افغانستان بسیار شدید تقویه شد، برای از اینکه امریکایی ها مخصوصا کسایی که در لابی های بسیار بزرگ در امریکا کار میکنن اینا اعتقاد دارن که اگر ما افکار مردم توسط میدیا ما یعنی در تسلط خود داشته باشیم و دیگر گپا ما میتونیم که تسلط داشته باشیم. از این خاطر است که لابی های بسیار کلان در امریکا در مطبوعات دست دارن، یک مجله مثلا سپورت هم هست، پیپل هم هست، دیکور و دیزاین هم هست و دیگر و دیگر، اما کلش از یک نفر است و از اون یک گلون صدا میکنن، از یک گلون نظر خود میگن. لذا این مسئله هم هست که باید بگویم که این چون خودشان آوردن طالبانه، خودشان با طالبان مائده بسته کردن، به نظر من مائده بسیار شرم‌آور. پس یک بخش آخری که من میخواهم بگویم میسته که اینا میخواهند که از طریق طلوع و دیگر رسانه‌هایی که اینا را یعنی به گفته آقای پایکار و فرمولیس اینا را موقع دادن که صحبت کنن، اونا پبلیسیتی یا امو تبلیغات خودم میکنن و با این تبلیغات روی مردم ملمدار بسیار ضعیف می سازن. حالا همین مسئله ای که در بهشت دروازه های کابل رسیده
خو یک گپ فوق العاده رشخند و یک گپ فوق العاده مضحک و یک گپ حتی غیر اسلامی و غیر منطقی است. اما این صحبت ها قسمی که پیکار صاحب هم گفت در این رازهای دیگه نهفته است که چطور مردم معلومدار رویش ضعیف کنن و مردم ما بیچاره 80% بیسواد هستند و طبقه خبره و اینا اکثرا بسیار کم هستن، 90% 87 بین 90% مردم بیسواد است. و او که میگه که در دروازه بهش رسیده کلگی فکر میکنن که افغانستان این سقوط کرد، در حالی که با ما فکر میکنم که چیزی که ما تعقیب کردیم و چند دفعه نوشتام کردیم که افغانستان به قدر زودی سقوط نمیکنه و اینکه چند تا ولسوالی را گرفتن، ولسوالی از نگاه ساخت بافت حکومتی و دولتداری در افغانستان یک چیز بسیار بی اهمیت است به شما. اما تا حال که شما گپ میزنم و امروز اینا 13 ماه جون است، یک ولایت در دست از اینا نفتیده، یک ولایت شما رو بگیرین که گفته باشن که نه بر دست طالبا افتیده. برای از اینکه حال سالهای 1996 نیست که اینا گرفتن، حال بسیار باز فرق میکنه و سر افغانستان یک جنگ است و حکومت پاکستان و روسیه و چین امارت به رسمیت نشناخته و اونا موقف خود دارن. که باز یک شما در یک سوال دیگه تان مطرح کردین، حالا میریم پیش فرمولی صاحب و پیکار صاحب اونا چی گفتنی دارن. خب ما میتونیم بس به این شکل هم ادامه بدیم که اگر در لابلا دوستا صحبت دارن یا نظر دارن خودشان میتونن که شامل بحث شون، منتظر سوال ما نباشن. شما در این رابطه کدوم تفسیری دارین فرمولی صاحب؟ بفرمایید. من نه کاملا گپای دکتر صاحب تایید میکنم. هوا و فضای سیاسی افغانستان، امی کلمه که بسیار به شکل ابزاری در شب و روز به نام تکتیکی جای افتاده و هر کسی استعمال میکنه، عقب نشینی هم تکتیکی است و فتح تکتیکی است و دولت کابل هم این مسائل را نوعا در حقیقت در این ضلع هر ضلع و ازلای از این رؤسای زاویه ها را که میبینین، اینا دست به دست هم دادن که یک حالت دیگر در افغانستان برای پیاده سازیش، یک هجوم مسلحانی رسانه‌ای فکری، یک بمباردمان چهار طرف شکل دادن که روحیه امو عسکری که در جبهه با اشکم گرسنه می جنگه، اما روحیه از اون هم روز به روز ضعیف شده میره و نوعا تسلیمی ها هم تکتیکی میشه، عقب نشینی ها هم تکتیکی میشه، ولی ظفرمندی و پیشروی به دشمن یا طالب هست که ایرا روز تا روز جان بخشیده راییست. امروز مردم کابل شما که ببینین به این نتیجه رسیدن که آره هر کسی که میایه بلا در پسش، هر چیزی که میشه خوی مملکت آرام شد، اگر طالب میایه، اگر امریکا میره و اگر دولت دیگه میایه، خو ما از این بدبختی از یک طرف کرونا ما را میکشه و از یک طرف انتحار است، انفجار است، بدامنی است، فقر است. این کلش از نگاه ذهنی مردم آماده میسازه که آماده یک مرحله بسیار دهشت آور دیگه و یک حالت، در حالی که مردم مقاومت خود را با قربانی خود هر روز اعلان میکنن، امی هر روزی جوانایی که قربان میشن باز هم یک خیزش دیگه است که در سر عمو خون باز بیرق مقاومت بلند میکنن و از نگاه فکری مقاومت میکنن. این کار ساده نیست. در مابین معرکه جوش معرکه کابل جوانا باز هم مقاومت میکنن، باز هم شعار آزادی میتن و باز هم به طالب و سیطره طالبی نمیگن. این خودش میرسانه که امیدواری ها در نسل جوان هست و این معاملگرایی که در رأس قوم و مذهب قرار گرفتن و شما میبینین اینمی 40 دزد است که 40 سال افغانستان را در معامله دست به دست کرده رایستن، گاهی مخالف
گاه موافق، گاه در جبهه منتقد، گاه در جبهه پشتیبانه، گاه به رشوت، گاه به تطمیع، گاه به مقام، گاه به منصب، به تمام اساسات خود، به تمام ایدئولوژی خود پای ماندن و امروز آمدن که کت قدرت معامله بکنن. در این حالت دیگه امیدوار هستم که ملت با آگاهی تمام، گرچه سرنوشت ملت فهمیده که آنچی ارباب میخواید امو که پول میته امو حکم میرانه، ما هم فهمیدیم، شما هم فهمیدیم که این گپای ما تأثیرش غیر روشنگری چیز دیگه نیست، تصمیم در جای دیگه گرفته میشه، جنگ و صلح به دست کس دیگر است و قتل و کشتار و آوردن طالب و ناوردنش به دست کس دیگر است، ولی باز هم مقاومت ها شاید مرحله را کمی عوض کنه و به تأخیر بندازه. تشکر، سلامت باشین. جناب پایکوسف، با سوالی که دو سوال در یک سوال بر شما میگم، جرم کابلیای عزیز ما چی هست؟ در 1996 هم اگر شما یادتون باشه وقت طالب آمد در امید شیرعباس ستانزه معاون وزارت خارجه بود، پایش در سر میز بود، قسمی پایک میزد و میگفت که کابل شهر گناهکار هست و ما باید این مردم دوباره اصلاح کنیم. و چرا اینمی ملاها، ملانماها، البته که در قال لباس دین داخل شدن، از دین سوء استفاده میکنن، به نام دین اینا مردم ما رو میکشن، چرا اینا همیش در فکر انتقام از مردم کابل هستن؟ بفرمایید پکاسب. تا جایی که برداشت ما حکم میکنه، خالص کابل باستان ما سالهای سال دشمنای قسم خورده خود داشته. باید داشته باشیم که بخصوص کابل و غزنه، این دو مرکز دشمنای زیادی داره، بخصوص در منطقه که مقامهای پاکستانی در قدم اول دشمن سرسخت این دو ولایت ما هستند. ما فراموش نمی کنیم که تروریستان ها یا پالیسی میکرهای دوران ضیاءالحق با صراحت گفته بودند کابل باید بسوزه که سوخت توسط عمال خودشان، و اونا یعنی تحلیل خود داشتن که کابل مغز افغانستان است، اگر مغز ما بدانیم مختل بسازیم همه کشور مختل میشه، و کابل در واقع مرکز یا نماد اتحاد مجموعه اقوام و طوایف افغانستان است و همچنان از نظر بزنس و تجارت و وحدت سرتاسر افغانستان و امثال هم. دشمن دقیقاً این موضوع رو فهمیده، فشار عمدهشان از نظر نظامی و تبلیغاتی بالای شهر کابل است، و همچنان غزنه را وقتی گفتم به خاطری که زمان شاهنشاه غزنه محمود غزنوی در اونجا حاکم بود و دمو زمان بود که شب قاره هند در جمع که پاکستان هم به اون زمان وجود نداشت، تحت قلم روش وجود داشت و سایر شاهان افغان ما از غوریا گرفته تا لودی ها و تا امثال هم، اینا عقده های تاریخی خود هم دارن. ما میبینیم که وقتی غزنه به نام شهر اسلامی اعلان میشه از طرف سازمان ملل، فشارها، حملات، تخریبها بالای این ولایت ما بیشتر میشه از طرف طالبان. خب این یک تذکر نسبی بود، و اما باید ما شدیداً متاثر باشیم به این که میدانیم افغانستان امروز یک کشور مستعمر است، طوری که دوستای ما فرمودن آنچه که ارباب حکم میکنه امطور میشه، ما این رو میدانیم و یک کشور اشغال شده، ولی را کسی بپذیره نپذیره ما باکی نداریم، ولی منطقا امطور یک چیز بوده تا امروز. اما ما میبینیم که بعضی کشورهای دیگه هم تقریبا در حالت نیمه مستعمره یا مستعمره قرار دارن و داشتن، ولی لاقل از نظر حاکمیت درونی و ملی خودشان یک امرونه ای را در خود دارن. مثلا پاکستان، ما پاکستان امروز میبینیم با آن که خودش ریزخور دسترخان ابرقدرت امریکا و چین و عربستان سعودی و سایر کشورهاست، اما در دیپلماسی و سیاست و تعیین سرنوشت خودشان و سرنوشت ملی خودشان تا حدود زیاد با جسارت حرکت میکنن، یعنی به بادار خود میفهمانند که در اصل بادار هستی ولی دینی بخشا بر ما. مگر متاسفانه در افغانستان عزیز ما در لابلای همه قدر تبلیغات، یعنی طوفانی از تبلیغات به سود دشمن، هیچ جبهه ما نداریم که
در مورد خونساسازی این تبلیغات گامی بگذاره و کاری بکنه. ما از دولتی توقع نداریم، شک نیست، چون دولت عرض کردم که خودش شامل امید دسیسه و توطئه است و دولت خودش دست نشانده است کاملا و این صلاحیتی ندارن. اما متاسفانه در یک خلای دردناک مطبوعاتی و رسانه‌ای هم ما قرار داریم که ما به این حساب مثلا همین برنامه امشب ما را که جریان داره یک غنیمت میدانم در این زمان که لاقل ما میتونیم در برابر افراد و عناصر کثیف تروریستی که از هر گوشه و کنار جهان صدای خود را بیرون میکنن لاقل ما گپی داریم، جوابی داریم، استدلالی داریم. متاسفانه در داخل افغانستان هر قدری که ما منتظر ماندیم و منتظر هم میمونیم اینطور یک جبهه را ما نمیافیم. نهایتش بازم همی طلو و همی سردمدارایش آقای خلیلزاده وقت و ناوقت به میز گرد میخوان و از این سوال میکنن که خب هر در هر هفته ولسوالی سقوط میکنه، شما چی فکر میکنین؟ این منتهای درماندگی جانب ما افغانا و منتهای ما فکر میکنم یا و گویی های یک رسانه تصویری و صوتی است که همه گپا را از دشمن سوال میکنن و توقع دارن، در حالی که خلیلزاد یک امریکایی اصل سمیاله افغان بوده ولی امروز امریکایی شده، در خدمت امریکاست، نباید ما هیچ توقعی از او داشته باشیم. بنابر او ما از این آیه تاسف فراوان دارم. تشکر. برای که دکتر صاحب گمانم تقریبا 13 دقیقه با ما هستن تایمی که برای ما دادن، من یک تکست کردم. من دو چیز دکتر صاحب میخوام از شما پرسان کنم. هستم که شما یک چند دقیقه زیادتر هستم، بفرمایید. اوکی، پس ما میخوایم دکتر صاحب دو سوال از شما هم داشته باشیم در یک پاسخ. یک پیام کوتاه شما میخوایم داشته باشیم برای امتو اشخاصی که اوکو فتوا به اصطلاح صادر میکنن در رابطه به این که جوانا برن به بهشت. آنو چرا این سفیدا به بهشت نمیرن؟ چرا خود از اینا اقب بهشت که نازم میبینن چرا خود از اینا نمیرن که در خانه خودش هستن؟ و دوگه سوالی که بیشتر شما دکتر صاحب از گفتین که سقوط ولسوالی ها تهدید نیست و نظام از بین نمیره، این شما چقدر مطمئن هستین در رابطه با این صحبت تان دوست میره بانی کنین؟ اولی که اشخاص که همی فتوه ها را میتن و من گفتم این فتوه نیست، این یک تبلیغات است که بر علیه مردم ما داده میشه تا مردم ما رویی مردم ما ضعیف شوه و اونا زانو خم کنن و تا کنا بتارن که یک تسلط پیدا کنن و یعنی مردم وقتی که نگاه روحی و روانی شما به زانو بیارین یعنی تسلیمیشان بسیار آسانتر است. از او خاطر ای یک فتوا نیست. و به ارتباط سوال شما باید بگویم بس قسمت اول کال ما در عالم هجرت و غربت که هستیم و هر کدام ما از 30 سال زیادتر در کشورهای اروپایی و امریکایی هستیم به کتابخانه ها و مراکز علمی دسترس داریم و امروز الحمدلله هر افغان ما کافی، تنها کسایی که به رسانه ها مثل ما دسترسی دارن نه، دیگه افغان های ما الحمدلله دسترسی کافی دارن به علم و ادب و مسائل تحقیقاتی و یعنی آله دیگه ما به او فکر در او سطح نیستیم که با این سخنان تبلیغاتی و فتواهای غلط مردم بازی بخورن. قطعا این امکان نداره که مردم بازی بکنه. لذا ما فکر میکنم نظر شخصی است که همین گپا را زدن یک آدم خود خود زیادتر رشخند میکنه از این که بتونه که یک نقطه را گفته امریکایی ها make his point، یک نقطه را یعنی به جایش بشانه. در مسئله از این که من چون هم شاگرد تاریخ هستم من اعتقاد دارم که اول مسائل سیاسی قسمی که دانشمندای ما کمبرای ما امروز هستن آقای بزرگوار فرمولی سب و پیکار سب اینا زیادتر میفهمن. مسائل سیاسی مسائل لیبرال آرت است، مسائل تاریخ مسائل هیومانیتیز یا علوم انسانی است و ای بر ما میگه که هر کس
دید و بینش خود می داشته باشه و تحلیل و تجزیه و تفسیر خود از وقایع می داشته باشه. ما اینطور فکر می کنم که مطال یک دو سه دفعه هم نوشته کردیم، امیر گفتیم که افغانستان آل افغانستان 1996 نیست که اینا آمدن و در اثر گدودی هایی که توسط مجاهدین صورت گرفته بود، او یک بحث جداگانه است، اینا آمدن و افغانستان گرفتن. آل افغانستان او افغان این صحبت ها به طرفداری حکومت آقای اشرف غنی یا حکومت فعلی افغانستان نیست، این یک مسئله سوسیوپولیتیک، یعنی رابطه جامعه افغانستان به سیاست افغانستان است و آل یک فضای بسیار دیگه است. در اون وقت فضا بالکل دیگه قسم بود و آل بالکل فضا یک چیز دیگه است و مخصوصا که در 20 سال که گذشت کشورهای مثل عربستان سعودی و ایران و پاکستان دمی دخیل زیادتر دخیل هستن و در پولیش روسیه معلوم دار پس آمد دمی بازی داخل شد و چین دمی بازی داخل شد و اینا منافع خود در میسنجن و من فکر میکنم که من نمیگم کابل سقوط نمیکنه، اما کابل به این زودی سقوط نمیکنه و دلیل من ایست که در جنگ عمومی دوم قسم که عزیزان من میفهمن خبر دارن، در جنگ عمومی دوم آلمان نازی تا دروازه های ماسکو رسید و کل روسیه را گرفتن، اما ماسکو را تسخیر کردن نتانستن، برازی که مردم ماسکو از دل جان از پایتختشان دفاع کردن و چون از پایتخت دفاع کردن اینا نه تنها که مسکو گرفتن نتانستن، در عین زمان جنگام باختن. اینا من این چیز فکر میکنم که چون شرایط فرق کرده و در اینجا مناسبات زیر میز بین چین و پاکستان است، مناسبات است بین ایران و پاکستان سر مسئله قوای خارجی در امریکا، قوای خارجی یا امریکایی در افغانستان و روابط هست بین چین و روسیه و اردوی از اینا به ارتباط افغانستان، اینا نمیخواین که یک امارت به نام امارت طالبان در افغانستان به قدرت برسه، بخاطر از این که ای یک ویروس است و این ویروس تنها بر افغانستان نیست. اما من قدر به شعر شاعری که بسیار دوست دارم اما یادم نمیه، اما یک شعر است که حتما عزیزانم یادشان میاد که افغانستان چون چطورکایی آب و گل است و یعنی قلب آسیا است. بله پیکر آب و گل است و قلب آسیا است. بله اینال ما فکر میکنم که این پیکر آب و گل این یک موقعیت بسیار خطرناک استراتژیک حتی از قرن 19 کرده، حتی از قرن 20 کرده به خود گرفته و اینا نمیمانن که این حکومت به قزودی سقوط کنه، برای از اینکه این ویروس در تاجکستان، در ازبکستان، در قرقزستان و یک موقف بسیار خطرناک در مقابل شیعه ایران و خود موقف پاکستان ضعیف میکنه، یعنی اگه تو یک نظام در افغانستان میاد موقف خود پاکستان بسیار شدید در خطر میفته. این یک تحلیل است که من دارم، من نمیگم من راست میگم یا من منتها من فکر نمیکنم که نال شما ببینین حالا از 13 جون من فکر نمیکنم، شاید من غلط باشم خدا مرا ببخشه، من فکر نمیکنم که 6 ماه دیگه هم این حکومت دوام میکنه، حداقل 6 ماه دیگه دوام میکنه و این یک سخت است که آدم یک پیش بینی میکنه، اما من میرم فکر میکنم شرایطی که من مطالعه میکنم، من فکر میکنم که 6 ماه دیگه میگره که اینا از این خاطر اینا یک رنگ کشته میرن، اینا یک رنگ تبلیغات میکنن دیگه هم کشته میرن، مردم های غرب کابل شیعه‌نشینی ما را کشته میرن برای از اینکه یعنی یک تسلط پیدا کنن، برای از اینکه صلحی که در دوحه و در اینجا سر صحبت شد هیچ سر از او کسی سر کسی کار نمیکنه، اینا در حالت ماندن که 20 سال است که قدرت گرفته نتونستن، ایران متوجه باشین 20 سال است که قدرت گرفته نتونستن،
و امیال هم که به می شرایط خرابه که ما از طرف حکومت افغانستان داریم و تبلیغات بر علیه اردوی افغانستان و رویات مردم افغانستان بسیار شدید است، ما تو فکر میکنم که حکومت افغانستان به این زودی سقوط نمی کنم. تشکر سیجرم دکتر سیب، سلامت باشین. بینده گرامی، شما بحث ما را در رابطه با صحبت های داوود عابدی که گفته بود در روزه های معمولا نمیگم، شما داوود عابدی میگم، نزدیک کابل رسیده در روزه های بشت. دوستای گرامی که در فیسبوک شما پیام بذارین، من بسیار صمیمانه هستم، خواهش میکنم که اگر پیام هایتان کوتاه بذارین تا من بتانم بخوانم، برای دیگه بعض پیام هایت هموطنان ما خدای رجانشان داستان نشته میکن تا ما رو میخوانم پیام دیگه میه هموطنان ما ناراحت نشن. من از کل دوستا تشکری میکنم که پیام گذاشتن و اگر سوالاتان مختصر بگذارین من میتونم که سوالاتان به دوستا برسانم. همه ببینم آقای شریف گفتن. خب نجیب جان کامل، شما نام خدا یک داستان نشته کردین، من نمیفهم که تا او رو بخونم برای من چی هست قسمت چی میشه. آقای قمبرعلی زارب، شما گفتین که قرار بود در قسمت قتل عام هزارها تبصره کنین، سوال مطرح شد و مهمان ها چیز نگفتن. ما تا اونو سوال مطرح نکردیم عزیزم، ما فقط در رابطه با صحبت های داوود عابدی دال صحبت نکردیم که به این نتیجه رسیدیم که صحبت های داوود عابدی بی بنیاد است. کابل ما کابل شهر زیبای ماست و وطنداران ما پاکتر از ملاهای وهابی هستند که فتوای قتل خون بیگناهان عزیز ما را میتن. جناب پیکار صاحب، شما صحبت کردین، بین از فرمولی صاحب پرسان کنیم، بخش دوم شروع میکنم. جناب فرمولی صاحب، که چرا در این روزا آوازه ها بلند است که در غرب کابل نسل کشی جریان داره و هر روز ما میبینیم که تعداد از هموطنان ما، هموطنان غرب کابل نشین ما به عناوین مختلف اینا مورد حمله قرار میگیرن و آخرینش هم دیدیم که فاطمه و طیبه بود. شما جناب فرمولی صاحب در این رابطه چی میگین؟ چی دلیل است؟ آیا واقعا نسل کشی چیه که هموطنان ما در این رابطه بک هم این بحث بسیار به کاوشگری شده و دوستان نظریات دادن و عده بری باور هستند که این نسل کشی نیست، دیگر اقوام هم قربانی دادن و دیگر اقوام هم مساویانه و اصطلاح به قتل رسیدن. اما من طرفدار آوازه ها نیستم، یک حقیقت است. امروز غرب کابل یک حقیقت مسلم، نه امروز است که از دیر باز به این طرف شواهد، دلائل و براهین و اسناد و تعریفی که به اصطلاح امو جامعه حقوق بشر و از جنوساید از کردن و از نسل کشی کردن قوم خاص، مذهب خاص و گروه خاص اگر مورد حمله قرار میگیره، این در قطار نسل کشی حساب میشه. بناهن اگر کسی بدون جانبداری، بدون تعصب این تعریف را ببره در غرب کابل بگنجانه، نه از حالا که از دیرباز به این طرف میبینیم که وقتی در یک سرویس کسی بالا میشه که هر کی ازار است پایان شود، آیا هدف قوم خاص است یا نی؟ آیا گاه واقع شده که کسی گفته باشه که هر کس تاجک است، هر کس پشتون است، هر کس ازبک است پایین شود؟ فقط و فقط هدف عمده دشمنان شناخته شده برادران آقای کرزی است که و رنگش یک طرفش داعشی است، یک طرفش طالبی است، اما در حقیقت هر دو در یک بدن تنفس میکنند. امینا هستند که امروز قتل عام برا انداختند. جای شک نیست که
تمام اقوام افغانستان ترور شدن، در وحشت جان دادن، قربانی دادن، اما اتو هدف هدفمندانه و نشانی شده و به اصطلاح به علنی نام قوم گرفته نشده. تاریخ کشتار، تاریخ توهین، اهانت به کرامت انسانی قوم شریف هزاری ما در طول تاریخ، شما اسناد را بگیرین از امیر عبدالرحمن تا به حال را، امی قشر، امی کتله که از روشنگریش هم همسایه ها حراس دارن، هم پاکستان میترسه و هم ایران میترسه. امروز اونایی که باور دارن که وقتی شما از نسل کشی گپ میزنین، شما گویا به طرفداری ایران گپ میزنین و شما بحث فاطمیون هم مطرح میکنین. نخیر، هزاری ما که کشته میشه از طرف خود ایران دیدین کشته شده. کمی آب بیاور، کی بود؟ امی سپاه پاسداران بود که هزاره را سلاخی کرد. بناهن این بحث جداست از این که نسبتی ازی را به ایران و نسبت هزاری ما را، نسبت تعلق مذهبی ازی را به ایران حواله بکنیم. در ایران هم جفایی که امروز هزاری ما دیده، امروز پل سوخته را ببینین از کی پر است، از امی معتادینی که به قصدی و عمدی ایران را معتاد ساخت و بر افغانستان روان کرد. بناهن امی دو نوگل نوشگفته که امروز در افغان فلم جرأت کرد، هزاره جرأت کرده، هزاره روشنگری کرده، تعلیم گرفته، انتحاری نکرده، انفجاری نداده، امروز در پی تعلیم رفته، از مغاره های بامیان طلب علم کرده، از او خاطر در دانشگاه ها بلندترین آمار گرفتن که سر و صدای برادرها برآمد که نباید از یک منطقه اینقدر شاگرد در دانشگاه کامیاب شوه یا جذب شوه که تخصیصیه را به وجود آوردن. بناهن این دو تا نوگل که دیروز همین دینه روز به جرم چی؟ به جرم سکینه بودن، به جرم فاطمه بودن، به جرم حسینی بودن، اینا به جرم محمدی بودن، اینا مورد گلوله های سربی دشمن قرار گرفتن. به یقین که با تمام وجود، با تمام معنا باید ای را به حیث یک نسل را که از بین میخواین ببرن، ای را به حیث یک نسل کشی باید قلم داد کرد، باید از این تمام اقوام افغانستان دفاع کرد. ما اگر از هزاره خود دفاع کرده نتانیم، ما نریم اون طرف مرز دیورند از پاکستانی دفاع بکنیم. بن. وقتی از یک پاکستانی دفاع میکنیم، چرا از هزاره خود دفاع کرده نتانیم؟ بناهن مد برداشت معنی است. تشکر. آقای نجیب کامل میگن که فرمولی صاحب هزاره کشی را منکر هستین، متاسف هستم با حال شما. ما خو گفتم که هزاره کشی را منکر هستم. بله، ما گفتم که به حیث نسل کشی باید ثبت تاریخ شود. ما برای شما مثال ها آوردم از تاریخ که هزاره ها چگونه مورد حمله های دشمن قرار گرفتن. شما از سر گفای مرا بشنوید. خب اونا فکر میکنم که چون زیاد نشان کرده میرن، من بسیار تشکر میکنم از اونا، شاید بیشتر در فکر طرح سوالات باشن تا تعقیب برنامه. جناب پیکاسب، سوالی را که من میخواستم از شما کنم، آقای ایزید غنی انجام دادن در فیسبوک، اونا میگن که سلام، چرا حکومت و شورای امنیت طرح امنیتی غرب کابل تصویب نکرده؟ نظرتان در این مورد چیست؟ خب اول که عرض کنم، طرح امنیتی غرب کابل هنوز زیاد رسانه‌ای نشده. آنچه که بوده نزد معاون ریاست جمهوری و همو حلقه بالایی بوده، در اونجا دو طرح وجود داشته، یکی از آقای محقق بوده که او رد شده، یکی از آقای دانش بوده که ما به جزئیاتش اونقدر نمیدونم. اما در مورد سوال پیشتر باید خدمتتون عرض کنم که کشتار متواتر و متداوم هزاره های افغانستانی یا اهل تشیع را
کاملا ما نسل کشی میدونم، کاملا این موضوع صراحت داره، به هیچ صورت قابل انکار نیست. و اعلام میکنم که اگر نسل کشی در دوران امارت عبدالرحمن خانی صورت گرفت، او زیاد جنبه سیاسی داشت که عملا این نسل کشی صورت گرفت، و امروز بیشتر در کنار جنبه سیاسی بودنش جنبه مذهبی بیشتر داره. مثلا وهابیت، شما عزیزان میدانین که در یکی دو برنامه هفتوار تلویزیونی خودم قصدن و روی همی مقصد و هدف من این برنامه وهابیت مطرح کردم که در ارتباط امی کشتار اهل تشیع افغانستان بودن، که سر عواملش باید انسانهای ما وطندارهای ما فکر بکنن که این عوامل در کجا نهفته است. من این را کاملا، یک اگر کاملا نگویم، به فیصدی زیاد جنبه مذهبی داره. وهابی ها در واقع از بنیاد دشمن اهل تشیع و هزارهای افغانستان هستند که منشأ گرفته از اونم سرزمین عربستان سعودی، که من توضیح بیشتر نمیتونم. و کانون بیشتر وهابیت هم قلمرو پاکستان است، که از قلمرو پاکستان تا امروز همه این مصیبت ها به ما صادر شده متاسفانه، از تروریسم گرفته تا وهابیت تا دیوبندیزم تا مجموعه عناصر خونریزی که ما شما میشناسیم داخل افغانستان روان شدن و کار میکنن. به این حساب ما میبینیم بر اولین بار وقتی که در ابوالفضل انفجار رخ داد، حدود چند سال پیش، حدود 80 هزار ما کشته شدند، زن و مرد و خرد و ریزه. در اینجا در تورنتو کنفرانس دایر شد از طرف مرکز اسلامی. در امو وقت تای صحبت ما به صراحت گفتم که وطندارای عزیز، ای اولین و آخرین کشتار اهل تشیع نیست، متوجه باشین شما که این سلسله ادامه خواهد داشت. و این کشتارها قبلا در پاکستان شروع شده بود و در بعضی مناطق دیگه، حتی در خود عربستان سعودی که اهل تشیع داره، در اونجا هم یک اقلیت بسیار بسیار تحقیر شده، غریب، ناتوان و در یک گوشه افتیده و تحت کنترل دولت عربستان سعودی هستند. بر از اونها هیچ نوع حقوقی در اونجا قائل نیستند. بنابر اون کشتار چندین ساله هزاره های ما مسلما نسل کشی هست و تاسف عمیق ما است که هیچ جنبه، هیچ جناح، هیچ گروه و منبع در حقیقت اعتراض نمی کنه. این دردآور است بسیار زیاد. تشکر جناب دکتر صاحب. از دید شما انگیزی همین قتل های هدفمند بخصوص در غرب کابل چی میتونه باشه و چرا باید از این قوم چنین انتقام بگیرن؟ و من دیروز در یک جای خواندم که آیا این قتل های هدفمند زمین ساز ازی است که هموطنان اهل تشیع ما یا هموطنان هزاره ما مانند هموطنان شریف اندوی ما ترکی وطن کنن؟ چی نظر داری شما؟ جناب پایکار بسیار قشنگ موضوع را یادآوری کردن که این یک منشأ وهابیت داره و یک کتاب از به نام The Great Theft یا سرقت بزرگ به زبان انگلیسی که یک دانشمند مسلمان سنی مذهب که در دانشگاه لس آنجلس حقوق اسلامی را تدریس میکنه او نوشته کرده. و وهابیا بسیار شدید مخالف دی که دشمن تشیع است. اولی پیش از اینکه من دو کلمه بگویم، به اجازه دانشمندای گرامی که امشب همراه ما افتخار دارم که هستن، افتخار از ماست، ما باید بگویم که قوم هزاره افغانستان قلب و دل ماست و ما به وجود هر فرد هزاره، زن باشه مرد باشه، افتخار میکنیم و کشتار از اینا را یک جنایت بشری از هزاره و شیعه را میدانیم، چی شیعه باشه چی هزاره باشه. و ما این حملات و این پالیسی های فاشیستی را شدید تقبیه میکنیم که این باید موضوع روشن باشه. این حال آمدیم سر سوال شما نصیر جان خالد، که مسئله مخالفت به هزاره و مخالفت به شیعه اولی که یک چیز نو در افغانستان نیست.
این مثل که دانشمندای بزرگوار یادواری کردن این از دوران امیر عبدالرحمن خان است. برای از اینکه ما متاسفانه همیشه یک تعصب حتی ملاهای سنی ما یک تعصب در مقابل شیعه داره. ولی ما شما چندین بار شنیدین، ما چندین بار امیر در تلویزیون گفتیم که چرا یک عالم سنی نمیایه نمیگه که ما مردم افغانستان نمیخوایم که سوریه باشیم، ما مذهب سنی و مذهب شیعه را اردوش مساوی اعلان میکنیم. این امیران یک عالم سنی قطعا نمیگه، در تلویزیون نمیگه. این امیر چرا نمیگه؟ برای از اینکه ما یک تعصب داریم در مقابل شیعه و ای ما به می تعصب متاسفانه که ما خمیر شدیم. مثل که ما گفتیم که مثلا نمیان بگوین که حقوق زن و مرد از نگاه مدنی در اسلام مساوی است، برای از اینکه این امی تعصب ما در وجود داریم. آمدیم سر این نسل کشی و اینا در افغانستان، یک غیر مده یکی از مقالات خود نشته کردیم، یک مثلث گناه به وجود آمد و این مقاله من بخیرم نامش مثلث گناه است که ایالات متحده امریکا و عربستان سعودی و پاکستان اینا یک مثلث گناه را ساختن که عربستان پول میته و پاکستان او را در عمل پیاده میکنه و معلوم دار از خود امریکایی او میخوره که و این مثلث گناه قدر قوی شد که وقتی که آقای اشرف غنی رئیس جمهور شد، به عوضی که برای مشکلات خود کت پاکستان حل کنه، به عوضی که برای کت ایران حل کنه، منعیس کشور امسایه، بعضی که از نگاه اسلام امسایه ما بر ما مقدم تر است. اما اولین سفرش به عربستان سعودی بود. این خودش نمایانگر یک جبهگیری است به مقابل یک قوم هزاره، به مقابل شیعه افغانستان که ما رفته میوازی کمرای ایران گپ بزنیم که همسایه در بدیوال ماست، میوازی کمرای پاکستان گپ بزنیم که همسایه در بدیوال ماست، ما رفتیم همرای عربستان سعودی حل چی کردیم. و قسمه که دانشمندان این را میفهمن، من محترمانه یادآوری میکنم، در وقت امیر شیرعلی خان تاریخ بر ما میگه که در وقت امیر شیرعلی خان افغانا علمای سنی مذهب همون وقت وابیار از افغانستان کشیدن و ای در شهاب ساقب که یک رساله است به نام شهاب ساقب در وقت امیر شیرعلی خان به چاپ رسیده. بعد در وقت امیر عبدالرحمن خان وهابیا آمدن در افغانستان که بتونن که افغانستان از زیر تسلط خود بیارن به دو دلیل. اولی که اونا در مقابل از اینا استدلال کردن و دومی که افغانستان یکی از متحدین ترکیه عثمانی بود، باز وهابیا را کشیدن. بالاخره دفعه سوم اینا اقدام کردن در افغانستان که وقت سردار داوود خان بود، ریاست جمهوری سردار داوود خان، و او مرکز اسلامی وهابی را در افغانستان امضا نکرد. و اما آقای اشرف غنی یکی از اشتباهات بسیار بزرگ تاریخیش همی بود که رفت مرکز اسلامی را در عربستان سعودی امضا کرد و ای بر از اونها یک دست بالا داد. امروز یک تعداد مکمش نمون باز خطابه های ملاهای مورم غیر یک چند نفر محدودش، اکثریت تامش وهابی شده. اینا به تفسیر قرآن، این همی که مثلا یک آدم یا یک فتوای نادرست میته، برای از اینکه وهابی ها به تفسیر قرآن اعتقاد ندارن، وهابی ها به حقوق زن اعتقاد ندارن، وهابی ها اونا برند خودشان باید که قبول شود، در غیر از او کلگی کافر هستن، از اون خاطر هستن که در شبه جزیره عرب 300 هزار مسلمان کلمه گوی اینا کشتن. اینا عربستان سعودی با این که ناکام موند، هم در سوریه ناکام موند و هم در یمن ناکام موند، حال یک جایی که اینا میخواهند که هنوز هم پای خود یک ذره نگاه کنن، ای افغانستان است، بر علی شیعه ایران و بر علی شیعه و خود ایران. برای از اینکه متاسفانه اینمی موقف گرفتن، بایی که یک ماه پیش یک خبر پخش شد که شاهزاده عربستان سعودی که بسیار یک مرد پرقدرت است، سلمان، ای میخواد که امرا ایرانیا یعنی مراودات خود بهتر بسازه. اما
شیعای ملاهایشان شدید شدید وهابیست و این وهابیگری در کانادا و در مساجد ما در امریکا سرایت کرده. منتها هیچ کس اعتراف نمیکنه که ما وهابی شدیم، اما از اعمالشان و کردارشان و خطابه هایشان در تلویزیون و اینا فهمیده میشه که اینا زیر یک مفکوره وهابیگریستن. و مخربترین در طول تاریخ بعد از خوارج، کمی خود امی طالب و داعش و این امینا یک برند جدید خوارج است. مخربترین فقه که اولا فقه هم نمیگن، میگن هیچ وجود نداره وهابی، این امی وهابی هستن. اینا میخواین که جهان توسط پول به دست خود بیارن و از نگاه فکری افغانستان، مسلمان های پاکستان، ایران نمیتونن و دیگه مناطق همیان در اندونزیا که چقدر آرامیست، یک آشوب است، به خاطر که این همی وهابی ها در اوجه رفتن و مساجد میخواین کس خود کنن و ملای خود باید داشته باشن. دیگه از خاطر آقای پیکار بسیار مقبول تشریح کرد. ما بر شما مکم میگم که کسایی که به آزادی انسان، کسایی که به کرامت انسان که قرآن میگه ولقد کرمنا بنی آدم، کسایی که به آزادی زن، به حقوق بشر اعتقاد داره، از طریق رسانه میشه، زبانی میشه، نوشته میشه، باید با وهابیا شدید مبارزه کرد و باید که اینا را به جایشان نشاند. در غیر از او اگر ما چپ خود بگیریم، که ما ابدا خود چپ نگرفتیم در 15 سال مخصوصا، ما اینمی حالت سر ما چی میشه؟ و همیشه اینمی حدیث جعلی و اینا را بر شما نقل قول میکنن و چون مردم مسلمان است میگه اینه بیادر حدیث است، اما هیچ کس او حدیث ریکشوی نمی کنه که حدیث جعلی است، یه حدیث درست است، یه حدیث به نص قرآن سر میخوره، به شان و شوکت پیغمبر سر میخوره، به عدالت سر میخوره، به علم سر میخوره. هیچه کسی چیه این فوراً صحیح بخاری را بده عکسش هم میدازم که این حدیث است. دیگه من از شما، از دعوت شما بسیار تشکر میکنم، از بزرگوارای نازنین ما جناب فرمولی صاحب، پیکار صاحب تشکر میکنم. شب شما بخیر و خداوند امرای شما باشه و دعوت شما یک جان تشکر میکنم. جناب دکتر صاحب جان سپاس، تشکر از این که من میفهمیدم که شما مصروف هم هستین، اما دعوت ما رو پذیرفتین. ممنون از شما، شب با شما خوش، سلامت باشین. شب با من خواهد. خب بیندای گرامی، بحث ما ادامه میتونیم. پیکار صاحب، چون با امی لحظه که بحث از قتل ها محمد و نسل کشی آمد، آقای اماشاجان نصرتی سوال کردن که آیا تاریخ ثبت کرده که امیر عبدالرحمن خان با چه تعداد از هموطنان شریف ازاری ما را قتل هم کردن؟ بله، سوال خوب است. هرچند که سرزمین ما در طول تاریخ جنگ هایی که وقتا فوقت صورت گرفته، لشکرکشی ها و حملات و اشغالگری و امثال و قتل و قتال، کمترین احصایه دقیق وجود داشته که حتی امروز هم که ما نفس میکشیم در کشور ما جنگ از 20 سال به این طرف یا 40 سال ادامه داره، یک احصایه دقیق اصلا به دست کسی نیست. اما در گوشه های از اوراق تاریخ آمده که مجموعاً امیر عبدالرحمن خان 300 هزار انسان به قتل رسونده و تعداد زیادی از آرای ما را که البته به فیصدی گفته شده که حدود 60-70% فرار کردن، به ایران رفتن که تا امروز در ایران زندگی میکنن بقایاش، و در کویته پاکستان که یعنی پاکستانی شدن متاسفانه، و تعداد زیادی را آواره داخلی و تعداد زیادی را کشته شدن، زمین هایشان اشغال شد و به اقوام دیگه توزیع گردید، تا می اندازه در تاریخ گفته شده. ولی اگر قرار باشه که باز بریم به نوعیت برخوردهای امیر که با چطور فتواها را از طرف ملاهای مزدبگیر صادر کرد علیه اهل تشیع و هزاره افغانستان، امو فتواهای مندراوردی وهابیت بود که گفته شد که هزارها و شیعه ها کافرند، بنابراین مباهدم. بازی عبدالرحمن خان به اساس امو سیاست های استبدادی و منحط خودش
علاوه از نسل کشی ازاره بلکه اقوام مختلف کشور ما را مسلح ساخت، قوم در برابر قوم استعمال کرد. مثلا در هزارجات از زابل گرفتد، از قندهار تا شمالی و تا غزنی و مناطق مختلف افراد مختلف مسلح ساخت به سرکردگی بزرگا و کلانا و رهبران قوم و قبیله و افغانستان مرکزی فرستاد و به صراحت هم گفت که مالش از شما، سرش از من. و کنیز گرفتن ها اگر قرار باشه که بحث را ادامه بدیم که ثبت تاریخ شده، دوستان میتونن مراجعه بکنن بخونن. بله، تشکر آقای نجیب کامل عزیز، تشکر. من فکر میکنم که شما خوب توضیح داده میرین و ای کاش که شما رو هم با خود میداشتیم در این رابطه که توضیحات شما رو بهتر میدین، چون بر خواندن برای من بسیار مشکل است که شما توضیح نشته میکنین. خواهر گرامی ما نفیسه جان نظری پرسیدن که تشکر کردن از برنامه و تشکر کردن از این که حداقل ما شما اعلام کردیم که یک نسل کشی هست، ولی میگن که چرا دیگه اقوام در این مورد دادخواهی نمی کنند. فرمولی صاحب عرض بکنم که حکومت ها، سیاست ها، خاصتا سیاست های استعماری از وجود دین و مذهب باعث یک افزار تشدد، تفرقه، تعصب از دیر باز است که در افغانستان این سکه مروج ساخته. یعنی قوم علیه قوم، مذهب علیه مذهب، و به اندازه نفرت ها و شگاف ها را عمیق ساختن. همونطور که در تبصره قبلی خود گفتم که ما به غم یک بیگانه می سوزیم، اما به یک غم از خود وطندار خود کمتر می سوزیم. تا جایی که شما میبینین امی دادخواهی ها، امی عدالتخواهی ها و امی قتل عام ها از طرف هم اقوام افغانستان باید بدون تعصب، بدون تبعیض، بدون تفریق باید در مقابل دشمن مشترک که دیروز پشتون کشته، پریروز ازبک کشته، پیش بری روز تاجک کشته و رحم نکرده و امروز علنی و هدفمند انتقام از بخش هزاره های مظلوم افغانستان میگیره. ما باید اگر تعصب در وجود ما نیست، اگر تبعیض پیشه نکردیم، اگر امتیاز طلبی و تمامیت خواهی را شعار نمیتیم و اگر واقعا میخواییم امی شعارهایی که هر وقت یک پشتون کشته شد، یک تاجک کشته شد، یک هزاره کشته شد، باز یک لوگوها میبره که من هزاره هستم، من تاجک هستم، من پشتون هستم، من ازبک هستم. دین در عمل ثابت بکنیم که ما دادخواهی را، هزاره دادخواهی پشتون را بکنه و پشتون دادخواهی هزاره را و ازبک را و تاجک را و تاجک هم از کلش را. اگر در اینجا تفریق با وجود میآید، کسی سکوت میکنه، کسی بنابر مصلحت نمیخواه حتی اظهار قتل عام و مسئله نسل کشی را مطرح بکنه و یا یک دو خط تبصره نوشته بکنه، اینجاست که واقعا ملت شدن یک کم مشکل میشه و ملت بودن مانایش ایست که ما در غم شادی ملت شریک باشیم. ما باید ثابت بسازیم که دیروز در غم پشتون بودیم، امروز در غم هزاره هستیم، که امی هر روز هدفمند و شناسایی شده به قتل میرسه. به یقین که آنایی که ازی به اصطلاح تساهل میکنن یا تجاهل میکنن و یا ایست که ازی به ساحل امن نمیخواین که در این معرکه جانبدار باشن، باز هم معلوم میشه که به یک گروه، به یک مذهب خاص، به یک گروه خاص، به یک قدرت خاص تمکین میکنه. ما از خاطر 4 تا تاجک، 4 تا پشتون، 4 تا سران از اینا، ما نباید دامن ملتخواهی خود را، هم دیگر پذیری خود را ما نباید رها بکنیم. اینا تجاران دین و مذهب هستند. ما امروز 3 تا بزرگ قوم هزاره را در رأس دولت داریم.
شما میبینین که حتی امونا هم بیشرمانه قد علم نمی کنن. یکیش معاون رئیس جمهور است، دیگهش مشاور اعلای رئیس جمهور است و دیگهش هم از اول تا آخر محافظه کارانه آقای خلیلی. باز وقتی که مسئله رأی شد که برای آقای غنی آقای کرزی بته، باز میره در بامیان باز مسئله قومخواهی را مطرح میکنه، باز مسئله اونجا مسئله حقوق ازاره را مطرح میکنه. اینجاست که باید خود این مسئولین اقوام هم در رده های بالا باید مدافع حقوق امو قومی که بر از این رأی داده در قدم اول باید اونا صدای خود را بلند کنن. اونا با قدرت معامله میکنن، اونا از قدرت تطمیع میشن، اونا خاموشی اختیار میکنن، اونا سکوت میکنن و میگذارن که یک تعداد دیگه به عدالت خواهی قتل عام شود. این اینجاست که باید خطا روشن شود. تشکر، سلامت باشین. سبینا جان ساقب، خب یک مسئله سوالشان است که در بیرون از کشور وقتی که رئیس های جمهور از وظیفه کنار میرن کمتر در مجامع عمومی ظاهر میشن، اما کرزی هر روز ظاهر میشه و دیگه یادآور شدن که خب چون قوم ازاره انتحار کننده نداره به اون خاطر شاید دولت ناراحت باشه. ولی من یک سوال دیگه میکنم جناب پیکار صاحب، که اگر تا حال مسائل عدید مذهبی شما با بررسی گرفته و بعض اختلافات و فرمی صاحبم و جناب دکتر صاحبی نستم که چون بیشتر هموطنان هزاره ما مربوط به مذهب شیعه میشن، یکی از جرمشان همیست، اما اگر ما مذهب کنار بگذاریم قوم شریف ازاره ما که در غرب کابل هستن دیگه چی جرمی دارن اینا که باید اتو سرکوب شون؟ ببینن اصلا جرمی در میان نیست و ما نه جرمی را میشناسیم نه جنایتی را میشناسیم از طرف قوم و نه کدام خیانت عمده مطرح است که بگویم که نظر بینی جرم و اینی خیانت و اینی وطن فروشی احمد یا محمود ترور شد یا کشته شد. در حقیقت اینا ببینین وقتی که ما گفتیم که گاهی در طول تاریخ قتل عامی مردم جنبه سیاسی عمده داشته، امروز جنبه عمده مذهبی داره، در کنارش یک چیز دیگر هم فراموش نمی کنیم که این قوم رنج کشیده افغانستان تا دیروز ما خود ما بیاد ما بود کاملا یک ریسمان داشت به سرشانه خود، کراچی کش میکرد ریسمان داشت و جوال حدود 20 سیر وزن کابل به تختی پشت خودش از یک جای تا دیگه جای انتقال میداد. و در این شب و روز طوری که دور میبینیم گزارشات خوشبختانه ریسمانشان به کراچی تبدیل شده، همین کراچی های فلزی دستی که امو بوجی یا جوال بالا از میمونند تا یک طرف انتقالش میتن در برابر یک مزد ناچیز. خب این هم فکر میکنم یکی از علامات خردمندیشان است که همین کار کردن. البته چیزی را که ما میگیم به هیچ صورت در دفاع از رهبران این قوم نیست، در دفاع از رهبران قومی و قبیلوی که سوء استفاده کردن سالها هرگز نبوده. ما خود همین مردم شریفی را که هیچ گناهی ندارن جز شهامت، جز پشت کار درس خواندن، همین دوشیزه جوان نامرادی که دیروز قربانی شدن خواندم، سهرا کریمی که رئیس افغان فیلم است، امی دوشیزه را نظر به لیاقتشان پس از پاس کردن امتحان در فیلم افغان فیلم مقرر کرده بود و دو سهرا کریمی خودش میگه که مرا متهم ساختن که تو از اعتبار خودت مقرر کردی. من اطلاعی نداشتم که سهرا کریمی از کدام اعتبار است اصلا، اما امیر خودش اظهار کرده بود. خب ما میبینیم که شاید صدها دوشیزه جوان یا پسران جوان امی بخشای مختلف فیلمسازی را خواندن ولی در امتحان نوش جانشان دوشیزه که کامیاب شدن مقرر شدن. اما میبینیم که چطور این نهال به ثمر نارسیده پرپر میشه، این گل ناشگفته پرپر میشه.
ما یقین کامل دارم که هر تروری که صورت میگره برنامه ریزی شده است، هدفمندانه است. ببینین امی موتری را که این دو دوشیزه جوان بالای از او سوار میشن، ما این چسبکی در این گذاشته میشه. یقین دارم که او افرادی که برنامه داشتن و میخواستن اینا را ترور بکنن، از وجود از اینا، از برنامهشان، از خط و سیرشان اطلاع کافی داشتن. خب این بخشای فراستشان، بخشای در بخش مطبوعات افغانستان تا جایی که میبینیم خوشبختانه گامای فراخی گذاشتن، در بخشای سخنرانی ها، در دانشگاه های افغانستان درخشش بسیار عالی داشتن و دارن. این هم من فکر میکنم که چشم دشمن کور میکنه، نه تنها و تنها به خاطر ازاره بودن. یک چیز را که ما باید همیشه مد نظر داشته باشیم، هر چراغی که در کشور ما روشن شود، این چراغ در خانه و کاشانه هر قوم و ملیتی که در افغانستان باشه، این خارج چشم دشمنای سوگند خورده داخلی و خارجی ما و شماست. نمیخواه نرگز ببینین آقای یما سیاوش کزاره نبود، اما یک جوان پرتلاش با استعداد و توانمند بود، ولی امور هم دیده نتونستن. ما میخواهیم این عرض بکنیم که اینی هدف ها در میان است. تشکر. خب دید شما جناب فرمولی صاحب، گناه دیگی مردم هزاره با جز ایرسه مسئله مذهبی چی میتونه باشه که برجسته تر بسازیم؟ من همونطور که پیشتر عرض کردم، آقای خالد، دانش جرم است، آگاهی جرم است. در جایی که آگاهی چنواری میشه، آگاهی بدار زده میشه، اونجا روشنگری شما میبینین بیشترین بانوان روشنگر، جوانان روشنگر از امی قوم هستن. اینا نمیخواین شما جنبش های تبسم را ببینین، جنبش های روشنایی را ببینین. اینا را دیدین که جنبش روشنایی در دیمزنگ انفجار و انتحاری شد و سطح ها به خاک و خون افتید. اما چرا در راه پیمایی آقای حکمتیار هزاران نفر به سرک بود؟ چرا اینجا انتحاری نشد؟ چرا اینجا انفجار رخ نداد؟ پس آل معلوم میشه که حتی پای دولت و گماشتگانی که به اصطلاح در بدنی دولت جا گرفتن، اینا هم در توطئه، در این مناسبت های خونی، اینا هم سر نخی به پای از اینا هم بسته است. در غیر از او چگونه میشه که انتحاری در غرب، انتحاری در روشنایی، در تبسم، همیشه هدفمندانه از یک موتر دو تا نطاق، دو تا گرداننده شما دیدین چند وقت پیش. حالا جرم عزیز که چرا آگاهی از این روز تا روز روز افزون است؟ چرا در رده های بلند هر روز اینا کسب مقام میکنن؟ اینا در اصطلاح در ذهنیت ها همیشه این محکوم بودن، اینا منکوب بودن. امی که گفتن که هزاره بودن جرم نباشه، این امی است که یک زگنال هوشدار تاریخی است برای اونایی که هنوز در خواب خرگوش دیروزی هستند. امروز جهان عوض شده، امروز دانش، امروز میفهمین که چندین دانشگاه خصوصی امی قوم در اونجا میرن جوالیگری میکنن، اما فرزند خود را در عموم مدرسه ها و مکتب ها، در عموم دانشگاه ها، در عموم علم میآموزن. برعکس دیگرا در مدرسه های که از پاکستان و اکوره خطک آمده، اونجا میرن در اون مدرسه ها بنیادگرا میشن و انتحاری میشن و انفجاری میشن و پولهای سرسام آورشان از عربستان سعودی. و ناحق اگر ما جنبش های این مردم را، عده اینا را به ایران نسبت میتن، هیچ گناه اینا ندارن و جرم ازی و جز ازی که بنابر مجبوریت ها و مهاجرت های اجباری یک تعداد هموطنان پاکستان رفتن، یک تعدادشان هم ایران رفتن. در پاکستان تحصیل نکردن،
اما در ایران تحصیل کردن، دانش آموختن، پس آمدن و با امون لحجهی که تحصیل کردن و تولد شدن امروز آمدن، یک تعداد به جرم ازی که اینا ایرانی مشرب هستن، تلفظ فارسی ندارن، بهانه‌گیری کردن، اینا با اون جرم هم آل محکوم هستن که شما زبانتان را از یاد بردین. اینا باید فرق لهجه و زبان را بدانن که زبان فارسی لهجه هزارگیش فرق داره، لهجه لغمانیش فرق داره، لهجه بدخشانیش و کابلیش فرق داره، اما زبان یک زبان هست که در تمام حوزه تکلم میشه. بناهن جرم از اینا جرم است که اینا به طرف روشنایی در حرکت هستن. اگر نمی رفتن شاید کمتر ضربه می دیدن، چون تفنگ تر کردن به جایش قلم گرفتن و تاریکی را تر کردن به سوی روشنایی رفتن. آقای علی توحیدی گفتن که ما مذهب به نام وهابی در افغانستان نداریم، ولی مثال دادن که ما خلقی پرچمی شعله‌ای داریم. خلقی پرچمی شعله‌ای و دیگه حساب آقای توحیدی عزیز، اونا از بس بسیار تفاوت داره، از با سازمان با مذهب. اینجا بحث مذهب بود، بحث مذهب وهابی است که امروز در سر تا سر جهان اینا وجود دارن. در این مورد خدا کنه که شما متوجه شید. همین صحبتی که کردیم که اگر آشتای است جمع بندی کنیم افتاش دقیقه دیگه، من آقای نعیم بهار اویس مسئله را طرح کردن که شما در این رابطه دوست داریم که کوتا هم پیکار سب شما و هم فرمولی سب شما نظر بتین. آقای بهار گفتن که آیا دانشمندان محترم به خاطر جلوگیری از تبلیغات شوم افراد چون آبدی پیشنهاد و رهنمود دارن ندارن؟ بفرمایید پیکار سب. بله، سوال بسیار جالب است. ببینین، ما در جریان صحبت ها گفتیم که متاسفانه در داخل کشور ما هیچ رسانه یا جبهه که بتانه در موقعش یعنی مشت محکم به دهن چنین افراد یا وگو بزنه نداریم. گفتیم که از دولت ما انتظار نداریم، در حالی که کار دولت هاست. در حقیقت اگر دولت مردمی و لایق و قانونی و اصولی می بود، جلو چند چیز باید تا امروز می گرفت. یکی میراب ها و منبر ها و مساجد ما در اختیار کیها قرار گرفته. ما می بینیم همه روزه نادانترین، پرقدترین و سلفیترین انسان ها منبر و مایک و مسجد و همه را در گرو خودشان گرفتن و هر آنچه که خودشان میخوان به سود خودشان و اربابانشان همه روزه تحویل مردم میدن، ولی هیچ مقام بازخواست کننده وجود نداره که بر از اینا یا برنامه بده یا بازخواست بکنه که تو حدت باید بشناسی، از اینی خط باید پیش نری. آقای کسی به نام انصاری در هرات آنقدر جسارت میکنه که اخطار میده به دولت افغانستان، به معاون اول رئیس جمهور و حتی به مردم میگه که شما اگر از این نظام پیروی بکنین شما ملحد و این و آن هستین، ولی هیچ نیروی را من نمیبینم، هیچ من بیره که جلوگیری بکنه که این آقای انصاری چی کار است، با کدام پشتیبانه چون این فریاد بلند میکنه. خب به این دلیل است که ما از ناحیه دولت افغانستان متاسفانه ناامید هستیم. اما در قسمت جامعه خود افغانستان، در این انبوهی از رسانه ها، احزاب، شخصیت ها، تشکیلات که خیلی ها زیاد داریم در این شب و روز، متاسفانه ببینین مثلا آقای شهنواز تنی یک عنصر شناخته شده آیس های پاکستان است و این کاملا تاریخ ما را روشن میکنه و کاملا مستند است، زیاد دیرام نشده، عنصر استخدام شده و خریده شده از طرف آیس های پاکستان. این امیر در تلویزیون میارن و پرسانش میکنن که جناب جنرال صاحب، ای گره مشکل افغانستان چطور واس شوه، شما چی فکر میکنین این مشکل در کجا میدانید؟ چقدر دردنگیز است وقتی که تا ای اندازه در داخل افغانستان آشفتگی فکری به وجود آمده و اوضاع قدر مختل شده
که انسانای ما نمیفهمند که با کی صحبت کنند، از کی پرسان کنند و درمان درد خود چطور جستجو بکنند. بنابر او اینطور یک گفتم یک جبهه تلویزیون رسانه و رسانه هایی که در موقعش دهن چنین افراد کثیف ببندن متاسفانه سراغ نمیشه. تشکر. با اون دلیل است که ما متاثر هستیم از این امیده زنده باشه. جعفر میسیب نظر شما چیز دیر افته؟ من زیادتر سرازی نوع چرندیاتی که به نام مذهب و دین به خورد مردم میتن از اینجا تا افغانستان ما اوقدر تشویش در روی کرد و در سطحش ندارم، ولی ریشه یابی از این و عمق فاجعه را باید پیدا بکنیم. در عمق فاجعه و در ریشه این نوع بنیادگرایی ها سرمایه های بسیار هنگفت هزینه شده و این سرمایه ها بی محابا به چک های سفید در تمام مراکز و مدارس مذهبی گسیل میشد و ای از خط دین ما و عقیدت ما و ایمان ما ای با کلی جداست که امروز یک نوع رویکرد سیاسی دادن به همه چیز و تا وقت ای رویکرد با ای هزینه های میلیون دلاری هم استعمار و هم منابعی که ای را به اصطلاح ترویج میکنن، ای افراطیت به نفع قدرت هست، به نفع استعمار هست و حتی به نفع دوام قدرت ها هم هست. در عراق دیدیم، در سوریه میبینیم، در لیبیا دیدیم، در مصر دیدیم و امروز در افغانستان میبینیم که اینا از امی افزارهای دینی و مذهبی و از امی نوع ملاتراشی های افراطی بسیار سود میبرند و بسیار برای تحکیم قدرت های خود بسیار اینا منابع را در اختیارشان میگذارن. اینا خشک نمیشن. این سرچشمه ها به نظر من با این قوتی که امروز آمده این زود به زودی خشک نمیشه، ولی در جهت روشنگری و ذهنیت دادن و ذهنیت بخشیدن برای مردم عام، حتی در همین جامعه که ما هستیم، در همین اروپا، کانادا، امریکا، استرالیا، یک نوع شیوعی امی نوع برداشت ها و قرائت ها هر روز در اکثر قضاوت های ما، در ارتباطات ما، در رویکرد های ما شما میبینین به وضاحت امی افراطیت رسوخ کرده. من از این ترس دارم که ای به حیث یک افزار در امی جامعه غرب هم ادیر مثل امی ملا و ملا انصاری ها محکوم به روشنگری ها را محکوم به کفر و تکفیری و داعشی محکوم نکنن، که ای را باید جلوگیر شویم با امی روشنگری ها. دیگر امکانات چیز به دست امی مردمانی که هم روشنگر دین هستن هم روشنگر فرهنگ هستن چیز دیگر اختیار ندارن. تشکر فرمی سبیجم. یک سوال شمی لحظه شما مگر چک پیشتر جواب دادم، این برادر ما آقای توحیدی باز هم به مطلب جالب را نشته کردن که شویه یک دین است نه مذهب. خب پس اسلام چیز؟ دکتر سیب یونس که تشریف داشتن، پس اسلام چیز؟ فرق بین مذهب و فرق بین دین، مذهب یک راه هست، یک طریقه هست، یک سنت هست، یک شیوه هست. ما زیاد داری نمی پیچم. دکتر سیگونوس صلاحیت عام و تام دارن. ای دین نیست، یک مذهب است. در وقت پیغمبر بسیار مشکل است که بگویم پیغمبر شیعه بود یا سنی بود. این یه که فرق دین و مذهب میشه. جهان سپاس از شما فرمولی سپ و جناب پیکار سپ. ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. امشب شما با ما یک جا بودین. خب بیننده گرامی، بس ما در این قسمت به پایان رسید، اما اگر شما هم دوست دارین که زنگ بزنین، تماس بگیرین،
ما در خدمت شما هستم. به چند تا سوال دیگه از هموطنان گرامی خود ما پاسخ میتم و اگر شما هم میخواین داخل بحث شوین ما در خدمت شما هستیم. بازم جهان سپاس جناب فرنوسی و جناب اندها که لطف کردن تا این ناوقت شب با ما بودن. مرحوم شب همه بخیر. شب همه بخیر. سلام علیکم. زنده باشین. سلامت. سلامت. خب بده گرامی ای بود صحبت ما با صاحب نظران گرامی محترم دکتر صاحب فرید یونس، آقای کریم پیکار پامیر و محمود باهر فرمولی. صحبت از فتوای همین آقا که عکس چه میبینین شروع شد که دروازهای بهشت به دروازهای کابل رسیده، که ما در بحث امشب شما شنیدین که همین آقا رو باید شما حتی در عجه کسین نفرینش کنین، و اگر امی لازم صدای مرا میشنون و واقعا میخواین که داخل بشون و از خود دفاع کنن، ما برشون میتونم لینک روان کنم داخل شون و از خود دفاع کنن. ما نمیگیم که یک طرفه، نمیخواییم قضاوت داشته باشیم. آقای آبدی اگر صدای مرا میشنوین بین داخل شوین. و در صحبت هایی که هموطنان ما اجماع کردن، آقای وطن دوست گفتن که در عقب همه وحشت در افغانستان انگلیس شیطان قرار دارد، که و امروز پاکستان و عربستان اردو مستعمره انگلیس است و اینا استفاده میکنن. خب ما اگر نتونستم که به سوالات شما سروران گرامی پاسخ بدم یا نام تمام دوستان رو بخوانم، من شرمنده هستم. تلاش ما همی بود که بتانیم تمام نشتهای شما رو بخوانیم. نشته کمی لحظه آقای بستان پنشیر کردند که برادر محترم خالد، مردم افغانستان قومی و قبیلوی شدن، شدنی و یک واقعیت روزگار است. هر کس دنبال روی قوم خود هستن تا کی رهبران قومی باشد در قدرت هر روز مردم بدتر شده می رود. باید مردم این رهبران قومی را رها کنند. خب رهبران قومی را مسالاس می رها کنند، اما کسایی که بی طرف هستن، کسایی که در داخل افغانستان هستن، در بیرون از افغانستان هستن، آیا کدام جبهه متحد را تشکیل دادن که جداهندش باشن؟ جداهندش به این معنی که قومی فکر نکنن، مسائل بود ملی بدن و از دید ملی او را بررسی بگیرن و راه ها بیرون رفت از این مشکلات اینا ارائه کنن. متاسفانه که اینمی قومی شدن در داخل افغانستان یک پلانی بود که از امو ابتدا که امریکایی ها و ناتو پیمانانشان داخل افغانستان آمدن، تلاش امدی از اینا همی بود که مسائل قومی بسازن. و همی که شما یادتان است که گرزه کتر که مخالف می شد می برو یک از بساز، و هر کدام یک از ساخت، مردم افغانستان اینا به اقوام جدا ساختن. و امروز اینمی مردم است که امکانات در اختیارشان است، پول در اختیارشان است، همه چیز دارن. اینا مردم را کنترل میکنن. مردم عامه ما و شما که خواهان تغییر هستن، مردم هم که در داخل کشور میخواین که عدالت اجتماعی در کشور تامین شه، اونا دیگه انرژی برای به پاخیستن ندارن، اونا دیگه توان برای حرف زدن ندارن. همه چیز اینمی تکدارای قومی گرفتن و مردم ما و شما در گوشه و کنار وطن به گروگان گرفتن. یک راه اساسی که از بیندای گرومی همیست که اگر این اسلحه ها را شما در بیرون از کشور بریزین و فراموش کنین دیگه اینمی دیدای قومی که من پشتون هستم و من تاجک هستم و من هزبک هستم و من هزار هستم، این فراموش کنین، بیاین به یک دید بسیار خوب ملی روی یک استیر تشکیل بدین، یک بستر مناسب انوار بسازین تا هموطنان ما از دیدهای مختلف از اقوام مختلف دور هم جمع شوند و به خاطر وطن و مردم خود اینا نظر خود بتن. که تا کنون چنین صدای را ما نشنیدیم غیر از اینکه ما این صدا را از تلویزیون امید 24 امش بلند کردیم، که تا زمانی که ما یک دید ملی پیدا نکنیم و مسائل قومی و مذهبی و اینا را از مغز خود بیرون نکنیم به جایی نمیرسیم. حرف گفته میشه، از گوش میره، ولی چاره ساز نیست. سپاس میکنم از توجهتان. ممنون از اینکه تقریبا 1.5 ساعت با ما بودیم. خداوند دعا میکنیم که وطن ما را از این مصیبت و از این بدبختی نجات بده
مردم ما را از این امتحان موفق بذار کنه، مردم ما را از دم تیغی جلادان بیرم خدا بزرگ نجات بده، و همچنین امیدوار هستیم که بیشتر از این کرونا هم از مردم ما قربانی نگیره و با امید تامین صلح و آرامش در کشور ما. تشکر از شما، یادتان باشه همیشه با ما باشین تا همگی یک جا باشیم. تا دیدار بعد، الله پاک نگهداری یک یک شما سروران گرامی.